سلام به همه شما عرض میکنم. میبخشید من اگه در حال روحیه صحبت نیستم، کوشش میکنم که اون چیزی که به هر بار نوشتم خدمتتون بخونم. امیدوارم که خنده بر روی ادبی من نشه. 40 روز رحلت فرید عالی‌رنج آیت الله منتظری رو به شما تسلیت میگم. 15 سال رحلت مهندس مهدی بازرگان رو به همه دوستداران آزادی تسلیت میگم. 100 سال سالگرد تولد او مهندس بازرگان را به همه آنهایی که قلبشون برای سرنوشت این مرز رو میتقد تبریک میگم. بنده قصد ندارم به زندگی آقای فقیه مجاهد عالی‌قدر آیت الله منتظری بپردازم، زیرا شناخت این مرد بزرگ از حیطه فعلی کار تخصصی من بیرون است و استادان عزیزم حتما جور این را خواهند کشید. همینقدر بگویم که این مرد بزرگ از ابتدای انقلاب به نقد عملکرد حاکمان مستبد روی آورد و ملجا شکایت دولت موقت و مردان دولت بازرگان گردید. مهندس بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت برای تأیید مواضع خود به چندین نقل قول از آیت الله منتظری می‌پردازد که همگی در ابتدای انقلاب صورت گرفته است. رضایی ادعا که ایشان بعد از جنایت و فاجعه کشتار سالهای 60 زبان به اعتراض گشود و از ناحیه استعداد مورد بی‌مهری قرار گرفت و از مقام خود برکنار شد، زیاد با واقعیت سر کار ندارد. او از ابتدا منتقد بی‌عدالتی و خودکامگی بود. اما بازرگان را باید در 5 شخصیت به نقد و بررسی گذاشت. در صحنه علم و دانش، استاد دانشگاه و کار حرفه‌ای. دوم در صحنه مدیریت به عنوان یک مدیر با تدبیر. سوم به عنوان یک اصلاحگر دینی. و چهارم به عنوان یک مرد سیاست و خصوصا اخلاق در سیاست. و پنجم به صفت شخصی و فردی. اما شخصیت او در عرصه کار اصلاح دینی خارج از بحث امشب ماست. مهندس بازرگان با بیش از 100 اثر در این زمینه پایه‌گذار یک اندیشه اصلاحی دینی دنیای ماست. اگرچه همه این آثار به بحث و نقد گذاشته می شود، اما اثر کار او یک اثر ماندنی در روزگار ما بوده است. در زمینه های علمی به عنوان یک دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیلات عالی با بورس به فرانسه می رود. در سال 1934 میلادی از دانشگاه اکول سنترال فرانسه به کسب دکترای خود نائل می آید. پس از اتمام دوره نظام وظیفه برای تدریس به دانشگاه تهران می آید و برای 2 ترم رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه تهران می گردد. در جنبش ملی شان صنعت نفت از طرف رهبر فرید جنبش ملی شان صنعت نفت محمد مصدق مدیریت شرکت نفت ایران به او واگذار می گردد. بازرگان با تدبیر مدیریت خاص شرکت نفت را بدون کمک خارجیان راه می اندازد و شرکت نفت شروع به تولید می کند. بعد از کودتا دولت پهلوی با تکیه بر این باور که او انسانی مدیر و مدبر است، مسئولیت کل شرکت آب تهران را به او واگذار می‌گرداند. مهندس بازرگان طراح لوله‌کشی آب تهران است. به دنبال اعتراض او به نحوه انتخابات فرمایشی بعد از کودتا از تمام مسئولیت‌های دولتی و دانشگاهی توسط رژیم پهلوی معزول می‌گردد. بازرگان به کار حرفه‌ای رو می‌آورد و چندین شرکت در زمینه کار تخصصی تو خود که ترموداینامیک ایجاد می‌نماید. او صاحب چندین پتنت امتیاز حرفه‌ای است. در زمینه علم و دانش و مدیریت او حرف‌های زیادی زده شده است. مرحوم فروغی در جوانی مهندس بازرگان می‌گوید اون انسان بانبوغی است که در صحنه سیاست اندیشه ایران حتما اثرات ماندگاری از خود بر جای خواهد گذاشت. در زمان تحویل شرکت نفت ایران به مدیریت ایرانی زیر نظر مهندس مهدی بازرگان، مسئولین انگلیسی شرکت نفت او را انسانی مدیر و لایق تعریف می‌کنند. قضاوت آن در مورد همه اطرافیانش چنین نیست. حسین ملکی را یک انسان جنجالی و حساس می‌شناسند، اما قضاوت آنان در مورد بازرگان یک قضاوت دیگری است. در عرصه مدیریت به کار منظم و سازنده اعتقاد داشت. موزل او بعد از انقلاب سرکار با رهبرانی بود که رهبران دوران چخری بودند. او به سازندگی و نظم اعتقاد داشت که آنان بویی از آن نبرده بودند. اما اجازه بدهید برگرم بحث امروز پرداختن به شخصیت او در سیاست و حوزه اخلاقی و حوزه اخلاق در سیاست. بازرگان اندیشه سیاسی او 4 مؤلفه دارد. اول به حرکت‌های اجتماعی ضد خشونت سخت اعتقاد دارد. دوم ضد استبداد است. سوم طرفدار قانون است. چهارم شدیداً طرفدار دموکراسی آزادی است. در میان اثرات بازرگان به اثری که کمتر اعتماد شده است، تحریک و کار اوست بر روی نهضت آزادی هندوستان.
بازرگان کتابی دارد به نام آزادی هند. آرا و افکار سیاسی او را در زمینه جنبش‌های سیاسی ضد خشونت در این کتاب به وضوح بحث داده شده است. او به شدت تحت تأثیر گاندی است. این رویه فکری را میتوان در مصدق نیز مشاهده نمود. هر دوی آنان در عین ضد استبداد بودن قانونگرا و ضد خشونت هستند. باید بازرگان هرگز حاضر نشد مشی مسلحانه مبارزه را با شاه بپذیرد، اگرچه سازمان او نهضت آزادی ایران در این راه مسبب کارهای عظیم و خیلی بود، اما او شخصا اعتقاد مبارزه مسلحانه نداشت. اعتراض مصدق از همین زاویه است که چرا با تمسک به ارتش در مقابل شاه نایستاد. نوشته‌های اولیه خود نظیر بازی جوانان با سیاست و یا مبارزات سیاسی مذهبی کوشش می‌کند. بازرگان در نوشته‌ها کوشش می‌کند که نسل نو را به منطق مبارزه مسالمت‌آمیز آشنا کند. او در این کتاب به جوانان توصیه می‌کند که با دست یافتن به یک بینش سیاسی واقع‌گرا باید دست به مبارزه برد. او نگران آن بود که جوانان از سر احساس و تنفر از رژیم استبداد و بدون دست یافتگی به یک هویت فکری به کار سیاسی روی آورند. او نگران بود که احساس سیاسی و تنفر به رژیم خودکامه به مبارزه چوهن با خشونت در این مبارزه به خشونت نزدیکتر از تا یک بینش مقاوم سیاسی. او اعتقاد داشت که حرکت‌های اجتماعی سیاسی اگر با خشونت به تشکیل نظام و دولت توفیق یابند، خشونت را برای استیلای حکومتی ادامه خواهند داد. او به جای تکیه بر خشونت بر فکر و اندیشه تکیه می‌کرد. او حاضر بود با حربه منطق قانون به زندان استبداد رود، اما با استبداد از طریق خشونت برخورد نماید. انگیزه ورود خود را به سیاست یک انگیزه دینی می‌داند. یعنی از همین جا هم دین خود را تعریف می‌کند و هم کار سیاسی خود را که با اخلاق عجین است. قرائت دینی او یک قرائت ضد خودکامگی و ضد استبدادی است. استبداد را به عنوان یک کلیله ضد اخلاقی و نه صرفاً سیاسی صرف مطرح می‌داند. قرائت دینی او با ترد استبداد به آزادی و دموکراسی روی می‌آورد. اولین تذکیر و تحلیل او از استبداد و نظام‌های استبدادی در مدافعات او در بیدادگاه رژیم پهلوی به رشته تحلیل آمده است. در فصلی در مدافعات خود زیر عنوان چرا ما مخالف استبداد و طرفدار قانون اساسی و حکومت ملی و یا دموکراسی هستیم، نظریه خود را چنین تبیین می‌کند. در دفاعیات 400 صفحه خود بعد از اینکه چهار باور نظام استبداد شاهی را به نقد می‌کشد، می‌گوید دموکراسی و آزادی برخلاف باور نظام استبدادی کنونی یک دروغ در نظام‌های سیاسی دنیا نیست. دموکراسی هرج و مرج به بار نیاورده و رژیم 2500 ساله سلطنتی لزوماً رژیم مناسبی برای ایرانی و ایرانیان نیست. او میگوید آنانی که در توجیه نظام سلطنتی به نمونه‌های انوشیروان در تاریخ ملی ما برمیگردند سخت در اشتباهند. این نظام‌ها همگی بر زورگویی و خرابی پایه‌گذاری شده بودند. او اعتقاد دارد که در زیر حکومت‌های خودکامه کودشن او هیچ کس چه بالا و چه پایین، چه فقیر و غنی، امنیت خاطر اطمینان ندارد. اگر مورد تعدی قرار گرفت بی‌پناه و بی‌داور است، یا در قرب جوار مراکز قدرت باید جستجوی دفاع و پناه نماید، یا به استتار و اختفاء و انزوا یعنی استعفا از فعالیت و حیات پردازد تا مورد طمع حساب و کینه قرار نگیرد. او اعتقاد دارد که استبداد به سلب تأمین غذایی عمومی و به کار نیفتادن سرمایه‌های فکری جامعه می‌انجامد. او استبداد را پیشکار استعمار می‌دانست. او می‌گفت استعمارگران از طریق استبدادگران بر شئون ملی مردم استیلا پیدا می‌کنند. او می‌گوید سلطنت و سلاطین به هیچ وجه نتوانستند جلوی متجاوزین را بگیرند و استقلال ما را حفظ کنند. اولین کسی که پا به فرار می‌گذارد همانها بودند. او نتیجه می‌گیرد که آب دین و استبداد هیچگاه در سرچشمه در یک جوی نرفته و نخواهد رفت. این تعارض جنگ همیشه وجود داشته و خواهد داشت. نه خدا می‌تواند فرمان روایی سلاطین و فرمانبری مردم را اجازه دهد و ببیند و نه حکومت استبدادی و طاغوت‌های قدیم و جدید می‌توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را به چیزی جز عوامر و منافع خود بنمایند.